مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکا. افشاگری‌های اتمی شورای ملی مقاومت ایران به عنوان چکاننده ماشه برای انجام بازرسی‌ها عمل کرد. این بازرسی‌ها منجر به تحریم علیه رژیم ایران شد. کالبدشکافی مذاکرات هسته‌ای با رژیم ایران، فارن پالیسی، 3 فوریه 2014، به قلم پروفسور تنتر. پرزیدنت باراک اوباما در سخنرانی سالانه‌اش در 28 ژانویه در مورد مذاکرات هسته‌ای با رژیم ایران گفت: این مذاکراتی سخت خواهد بود و شاید موفقیت‌آمیز نباشد. اگر اوباما با سناتور رابرت منندز، دموکرات از نیوجرسی، بر سر تحریم‌های احتمالی به مصالحه می‌رسید، اهرم‌های اقتصادی بیشتری برای وادار کردن رژیم ایران به رعایت طرح اقدام مشترک وجود می‌داشت. انستیتو بروکینز در گزارشی درباره فعالیت‌های هسته‌ای رژیم ایران، موضع قاطع‌تری را برای آمریکا در مذاکرات دائمی پیشنهاد کرد که از متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای رژیم ایران فراتر رود و تا کاهش اساسی زیرساخت‌های هسته‌ای آن و در برگیری اقدامات راستی آزمایی سخت‌تر پیش رود. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نوشت: افشاگری‌های شورای ملی مقاومت ایران در مورد برنامه هسته‌ای پنهانی رژیم ایران به عنوان چکاننده ماشه در جریان دعوت از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به تهران برای انجام بازرسی‌ها عمل کرد. این بازرسی‌ها منجر به تحریم علیه رژیم ایران و مذاکره با قدرت‌های بزرگ شد. در ماه اوت 2002، شورای ملی مقاومت ایران یک مجموعه تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی شهر نطنز را فاش کرد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی ISIS این افشاگری را تایید کرد و سایت فاش شده را به عنوان مجموعه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم شناسایی نمود و تصاویر نطنز را در دسامبر 2002 منتشر کرد. شورای ملی مقاومت ایران افشاگر تأسیسات تولید آب سنگین عراق بود که به بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر شد که در آن می‌گفت وجود این تأسیسات برای اولین بار توسط گروه اپوزیسیون ایرانی شورای ملی مقاومت ایران در اوت 2002 فاش شد. سپس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال جستجو در یک منطقه گسترده محل سایت را در تصاویر ماهواره‌ای غیر نظامی مشخص کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد تأسیسات هسته‌ای لبیزان شیان نوشت: این سایت برای اولین بار در ماه می 2003 مورد توجه عمومی قرار گرفت، زمانی که گروه اپوزیسیون ایرانی شورای ملی مقاومت ایران وجود سایت را اعلام کرد. در دسامبر 2005 شورای ملی مقاومت ایران یک سایت هسته‌ای را در نزدیکی شهر قم افشا کرد. شورای ملی مقاومت ایران در سپتامبر 2009 دو سایت دیگر را در تهران و نزدیکی آن فاش کرد. در این سایت ها رژیم احتمالاً روی چاشنی های کلاهک های هسته‌ای که یکی از موضوعات مورد مناقشه در مذاکرات بود کار می کرد.